خبرها که یک جمعیت 62 میلیونی را در بر میگیرن، اینا مورد پرسش و غربالگری قرار گرفتن. که گزارش رئیس بسیج از اجرای طرح غربالگری در ایران، فرمانده سپاه میگوید فرمول غلبه بر کرونا پیدا شده. ابلاغ قانون جنجالی کاهش تعهدات هسته‌ای ایران به دستگاه‌های مربوط، دولت اجرای آن را به تأمین مالی و تهیه امکانات فنی موکول کرد. بازداشت سه عضو سنای افغانستان به اتهام رشوه‌خواری، دادستانی می‌گوید هنگام دریافت 40,000 دلار دستگیر شدند. و نگاهی به تحولات دنیای علم و فناوری زیر سایه کرونا، از تحقیقات فضایی تا تولید واکسن. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران رئیس سازمان بسیج از غربالگری 62 میلیون نفر در طرح مقابله با کرونا خبر داده و گفته که این طرح توانسته میزان ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را کاهش دهد. فرمانده کل سپاه هم با اشاره به این طرح گفته که فرمول غلبه بر کرونا قبل از دستیابی به واکسن پیدا شده. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در شبانه روز گذشته نزدیک به 6000 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و دست کم 121 نفر جان باختند. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. 45 روز از آغاز طرح دولت ایران برای مقابله با کرونا می‌گذرد. طرح موسوم به شهید سلیمانی به یاد فرمانده سابق نیروی قدس سپاه که یک سال پیش در حمله پهپادهای آمریکایی در عراق کشته شد. و اینجا جلسه بررسی دستاوردهای این طرح در یک ماه و نیم گذشته با حضور وزیر بهداشت، فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس بسیج که از غربالگری 2/3 جمعیت ایران در این مدت خبر داد. بیش از 17 میلیون خانوار، 17 میلیون 750 هزار خانوار که یک جمعیت 62 میلیونی را در بر میگیرن، اینا مورد پرسش و غربالگری قرار گرفتن که خب یک کار بسیار خوبی هست. حالا جدای از اون مباحث مربوط به حمایتی یا سفیران سلامت، بیش از 4.5 میلیون سفیر سلامت در این طرح فعال هستند. وزیر بهداشت ایران هم که عمل کرده نهاد زیر مدیریتش در کنترل ویروس کرونا با انتقادهای روبرو بوده، در جلسه امروز از کاهش قابل ملاحظه مرگ و میر ناشی از کرونا سخن گفت. برآورد کرده بودیم که مرگ هامون رو 10% در طول ماه و میزان بستری رو 30% کاهش بدیم. وقتی بنده این هدف گذاری رو میکردم، همکاران من که بعضا حضور دارن با تردید به این کاهش نگاه میکردن. بنده عرض کردم که ما بیش از این کاهش خواهیم داشت. امروز ما این 10% شد در کاهش مرگ ها 60% و کاهش بستری از 30% شد 70%. این خیلی دستاورد عظیمی است. این خیلی دستاورد زی قیمتی. کسانی این رو میفهمند که کارشناس این رشتن. اما در بیرون وضعیت قدری متفاوت تر از تصویری است که در جلسه امروز ارائه شد. طی 24 ساعت گذشته 121 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. کرونا همچنان جان می‌گیرد. در کوچه و بازار و مترو و اتوبوس و محل کار مقررات ایمنی خیلی رعایت نمی‌شود. روزهای عزاداری و مراسم مذهبی هم در پیش است. از ابتدا تا کنون دو تا نکته داشتیم: تعطیل ناپذیری مراسم انقلابی و مراسم دینی. در عین حال ایده، برنامه و مدیریت اقتضایی با رعایت شرایط کرونایی، از قدم غافل نبودن از سلامت و حفظ جان مردم عزیزمون. خبر خیلی روشنی هم از رسیدن واکسن به ایران نیست، اگرچه رؤسای جمعیت هلال احمر و انیستیتو پاستور از طرح‌هایی در این باره خبر دادند، از جمله خرید 1 میلیون دوز واکسن از چین، اهدای 150 هزار دوز واکسن فایزر از طرف نهادهای خیریه خارج کشور و کار بر روی تولید مشترک واکسن با کشوری که هنوز مقامات نامش را نمی‌گویند. ایران پیگیر تولید داخلی واکسن کرونا هم هست.
که در حال حاضر در مرحله آزمایش روی انسان است. گفته شده که واکسن داخلی احتمالاً تا 6 ماه دیگر برای استفاده عمومی آماده خواهد شد. تا آن زمان اما فرمانده کل سپاه پاسداران که اوایل امسال از دستگاه ویروسیاب جنجالی رونمایی کرده بود، امروز گفته تا رسیدن واکسن فرمول مقابله با کرونا همین طرح موسوم به شهید سلیمانی است. فؤاد مسیحا، بی بی سی. از همکارم سیامک محیزاده درباره واکنش کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به اخبار تولید واکسن داخلی و اهدای 150 هزار دوز واکسن فایزر از خارج پرسیدم. اهدا شدن این تعداد دوز واکسن فایزر بحث کاربران شبکه‌های اجتماعی است، به خصوص در مورد واکسن ایرانی هم دارن مقایسهش میکنن و اولین چیزی که به چشم می‌خوره فضای عدم اطمینانی به نحوه استفاده از این واکسن‌های اهدایی هست و البته خیلی هم معتقدن که کارمون به جایی رسیده که واکسن رو باید بهمون خیرین اهدا بکنن، یعنی کشوری که میتونه خودش تامین کننده واکسن باشه حالا به این شرایط افتاده که باید واکسن های اهدایی رو قبول بکنه. اما نکته‌ای که خیلی دارم بهش اشاره میکنم، میگن که بر اساس گفته‌هایی که مسئولین داشتن، مشخصا آقای حریریشی توی یک مسابقه گفتن توزیع واکسن و تزریق واکسن تحت دستورالعمل مشخصی انجام خواهد شد و آغازاده و ژن خوب و اینا نخواهیم داشت، دارن به این اشاره میکنن. میگن ما از کجا بدونیم این 150 هزار تا که فقط 75 هزار نفر رو میتونه پوشش بده به کی تزریق میشه، چجوری میاد، کجا دپو میشه، چجوری نگهداری میشه و تحت چه دستورالعملی قرار اینا تزریق بشه، ما اینو چجوری میتونیم اطمینان بکنیم؟ این یه چیزیه که خیلی دارن بهش میپردازن. اما یه گروه دیگه ای هم دارن میان میگن که این خیرینی که الان برای فایزر دست به کار شدن، چرا تا حالا برای کودکان پروانه ای اقدام نکردن؟ ما قبلا هم در ارتباط با داروهایی که مختص این کودکان بود که ناراحتی‌های پوستی خاصی دارن جنجال داشتیم، مردم میگفتن داروهاشون وارد نمیشه و مسئولین میگفتن تحریم‌ها باعث شده. خب این خیرین چرا تا الان برای این داروهای بیماری‌های خاص این اقدام نکردن؟ و یه تعدادی دارن در واقع این ارتباط خیرین گفته شده از طرف مسئولین رو زیر سوال میبرن که این خیرین از کجا پیدا شدن. و ضمن اینکه خیلی‌هاشون میگن خب مسئولین باید خوشحال باشن دیگه، چرا خوشحال نباشن؟ این تعداد واکسن میاد، یه تعدادی از خودشون و خانواده‌هاشون احتمالاً استفاده میکنن، اینا هم حرفای کاربران هست که دارن میگن. و از طرفی میگن که خب مسئولین خودشون از این واکسن استفاده میکنن، مردم عادی هم منتظر واکسن فخری زاده باشن، منتظر واکسن آستان قدس رضوی باشن، ستاد اجرایی فرمان امام باشن و یا شرکای چینی و روسی ایران که باید این واکسن ها رو توزیع بکنن. از طرف دیگه باز این فضای شک و تردید و عدم اطمینان برمیگرده، اشاره میکنن به واکسن آنفولانزا که یهو کمیاب شد و در دسترس نبود. گفت میگن که همونایی که اون واکسن آنفولانزا رو بلعیدن و استفاده کردن، این بار هم این 150 هزار دوز استفاده میکنن. و خب یه تعدادی هم باز اشاره میکنن، میگن که مسئولین وعده داده بودن برای اینکه اطمینان مردم رو جلب کنیم برای تزریق واکسن ایرانی، خودمون پیش قدم میشیم در واکسن. حالا یه راهش پیدا شده، واکسن فایزر رو توی جلوی دوربین به خودشون تزریق میکنن، واکسن ایرانی رو به مردم. یه فضای اینجوری وجود داره و دارن بهش میپردازن. و در مورد واکسن ایرانی هم میگن که تا همین چند وقت پیش به دلایل مختلف میگفتن 2 سال طول میکشه تا واکسن ایرانی توزیع بشه و به مرحله عمل برسه، ولی الان یه دفعه رسیدن به جایی که حتی پیشنهاد میکنن که ما میتونیم صادر بکنیم واکسن ایرانی رو. ما چجوری اطمینان بکنیم به همچین واکسنی که تا چند وقت پیش قرار بود 2 سال بعد ارائه بشه؟ حالا یه دفعه زیاد وقت نداریم، یکم صحبت کنیم درباره این فرمولی که فرمانده سپاه بهش اشاره کرده برای غلبه بر کرونا. آره، در مورد این فرمول سپاه هم خیلی دارن صحبت میکنن. اولین چیزی که به چشم میخوره میگن که سپاه چه اصراریه که سپاه و مسئولین سپاه در مورد همه چیز اظهار نظر بکنن. هر چیزی که در مملکت اتفاق میفته یک نهاد نظامی داره در موردش اظهار نظر میکنه. با نزدیک شدن به سالگرد سرنگون شدن به هواپیمای اوکراینی دارن به اون اشاره میکنن، میگن بهتره که سپاه یک کمی سکوت بکنه در بعضی موارد، برای اینکه خیلی سابقه خوبی نداره. و البته بعضی هم هستن که به طنز کشیدن این جریان رو، میگن که این پیشنهاد سپاه مثل این میمونه که بگیم ما شیب افزایش قیمت تخم مرغ رو بدون نیاز به مرغ تخمگذار میتونیم کنترل بکنیم، آخه همچین چیزی امکان نداره. و یا اینکه میگن که فرمول ایشون این خواهد بود که ما گشتای ارشاد رو بیشتر میکنیم، در سطح شهرها فعالیت بکنه، هر کی مشکوک به ابتلا به کرونا هست بازداشتش بکنن، یا اینکه پدافندمون آماده است که هواپیماهایی که حامل ویروس کرونا هستن رو سرنگون بکنه. همکارم سیامک محیزاده توضیح میداد. چند خبر کوتاه.
در ایران اجرای طرح خاموشی شبانه در بزرگراه‌ها و معابر اعتراضی در پی داشته. وزارت نیرو میگوید برای صرفه‌جویی در مصرف برق در شهرهایی که به دلیل شیوع کرونا در آنها محدودیت‌های رفت آمد شبانه اجرا می‌شود، طرح حذف روشنایی به گفته او غیر ضروری اجرا می‌شود. اما پلیس و شرکت کنترل ترافیک تهران گفتند که خاموشی در اتوبان‌ها و معابر باعث افزایش تصادفات و ناامنی می‌شود. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران گزارش کرده که شبکه اجتماعی تلگرام با وجود فیلترینگ دومین پیام رسان محبوب در ایران است. این روزنامه نوشته که تلگرام در ایران بیش از 47 میلیون و 250 هزار کاربر دارد. در تحقیقی که این روزنامه به آن استناد کرده، واتساپ با نزدیک به 48 میلیون کاربر پرطرفدارترین شبکه پیام رسان است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم پیشتر گفته بود که سیاست فیلترینگ به ضد خود تبدیل شده و باعث شده که بیش از 30 میلیون فیلتر شکن در ایران اضافه شود. دولت ایران اجرای قانون کاهش تعهدات هسته‌ای را به بعد از تأمین مالی آن و فراهم شدن امکانات فنی موکول کرد. ماه گذشته مجلس با تصویب این قانون از دولت خواسته بود که غنی سازی اورانیوم را فوراً افزایش دهد و ظرف دو ماه اگر تحریم‌های آمریکا لغو نشد، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کند. کسرا ناجی در گزارشش می‌گوید طرف‌های مقابل ایران در توافق هسته‌ای از اقدام امروز دولت استقبال خواهند کرد. مرگ بر اسرائیل. یک ماه پیش در مجلس تندروها با فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا طرحی را تصویب کردند که از دولت می‌خواست فوراً فعالیت‌های هسته‌ایش را به شدت افزایش دهد، طرحی که روز بعد به قانون تبدیل شد. بازی یک طرفه پایان پیدا کرده. هدف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران ظاهراً فشار بر آمریکا و قدرت‌های اروپایی بود برای برداشتن تحریم‌ها. اما این قانون در عمل هر نوع مذاکره و راه حل سیاسی را برای پایان دادن به تحریم‌ها به مراتب دشوارتر می‌کند. هیچ عجله نکنیم برای اینکه مسئله رو می‌خوایم حل هول نشیم. حالا یک ماه بعد دولت آیین‌نامه اجرایی آن قانون را اعلام کرده. آیین‌نامه‌ای که اجرای آن را به بعد موکول می‌کند. به وقتی که منابع مالی آن تأمین شود و امکانات فنی آن در دست باشد. آیین‌نامه‌ای که تندروها را در مجلس خشمگین خواهد کرد. قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سازمان انرژی اتمی خواسته که بلافاصله غنی‌سازی 20% را آغاز کند و ظرف دو ماه آینده اگر تحریم‌ها برداشته نشود به همکاری‌های فوق‌العاده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاتمه بدهد و سانترفیوژهای پیشرفته را وارد چرخ غنی‌سازی کند. خواسته‌هایی که ایران را در جهان بیش از پیش منزوی می‌کند. خب پولش کجاست؟ از کجا باید بیاد؟ اگر بحثشون اینه که منابع داخلی، خب اینها یا نمیدونن منابع داخلی ما چقدره یا نمیدونن ارزش هر سانتریفیوژ IR6 چقدره، توجه میکنید؟ و لذا این خب یه نقصه در قانون. حالا نمیدونم چجوری میخوان برطرف بکنن. به هر حال ما که نمیتونیم بریم به مجلس بگیم پول بده، ما باید بریم به دولت بگیم پول بده، سازمان برنامه بودجه بگیم پول بده. سازمان برنامه بودجه میگه من در سال 99 اصلا منابعی برای این کارهای فوق‌العاده ندیدم. همین امروز سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرده بود که ایران مصوبه مجلس را اجرا می‌کند. سخنانی ظاهراً خطاب به طرف‌های مقابل ایران در توافق هسته‌ای و همچنین آمریکا. به نظر می‌رسد که دولت ایران به قدرت‌های جهانی طرف‌های مقابل ایران در توافق هسته‌ای می‌گوید قانون مجلس را اجرا خواهد کرد. اما به داخلی ها میگوید شاید بعدن. کسرانجی بی بی سی. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس ایران از بروکسل با ما هستن. آقای مزروعی، دولت مخالف بود با تصویب به این قانون، الان هم میگه پولشو ندارم. به نظر میرسه که یه راهی پیدا کرده برای اینکه بالاخره این قانون رو اجرایی نکنه. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. ابتدا بایستی ببینیم که این بحثا در چارچوب سیاست جاری در ایران به کار برده میشه. مجلس 11 هم که خب ترکیبش
از نیروهای بسیار تندرو است و با شعارهای تند و تیز اومدن به این مجلس، بایستی نشون میدادن که میخوان به این شعارها به گونه لباس قانون بپوشن. و خب یکی از نتایج کار اونها از قانونی رو تصویب کردن که به لحاظ اجرایی و فنی قابل اجرا نیست. از اون طرف دولت هم خب موضعش رو نسبت به این قانون صراحتا گفته، ولی الان چون این قانون ابلاغ شده، طبعا دولت نمیخواد با مجلس در حال جنگ و جدال باشه و برای اینکه از این وضعیت عبور کنه آیین‌نامه ای رو نوشته و این آیین‌نامه مشروط به اینکه منابع مورد نیاز این طرح به دست بیاد تا بتونه نشه. بنابراین دولت بیشتر خواسته به لحاظ شکلی نشون بده که داره وظیفه خودش رو انجام میده، ولی اینکه چقدر این قابلیت اجرایی داشته باشه طبعا من فکر نمی کنم که اصلا در حد تصمیم گیری مجلس باشه یا دولت، برای اینکه مسائل مرتبط با پرونده هسته ایران در سطحی بالاتر نسبت بهش تصمیم گرفته میشه و طبعا بایستی منتظر بود که اون سطح بالاتر در این باره چه تصمیمی رو اتخاذ خواهد. با این حال، با اینکه شما اشاره کردید که شاید اصلا در دست مقام های اجرایی یا مجلس نباشه، نمایندگان مجلس گفتن که اگر که کسی از اجرای این قانون تخطی کنه، مجازات حبس و انفصال از خدمت دولتی براش در نظر گرفتن در این قانون. آیا پس به نظرتون ممکنه که این بخش از قانون هم اجرا نشه اگر که کوتاه بفهمید؟ ببینید، اصلا یکی از اشکالات این قانون این بود که در یک قانونی که هیچ ارتباطی با قوه قضاییه و قوانین جزایی نداره، اومدن یه بند اینطوری رو وارد کردن. به نظر من اصلا این قابلیت اجرا نداره و یکی از نقص که در قانون گذاری ما مشاهده میکنیم. خیلی ممنونم ازتون. علی مزروی، نماینده پیشین مجلس. نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. در ایران، رئیس سازمان بسیج از غربالگری 62 میلیون نفر در طرح مقابله با کرونا خبر داده. فرمانده سپاه هم گفته که فرمول غلبه بر کرونا پیدا شد. دولت ایران ضمن ابلاغ قانون جنجالی کاهش تعهدات هسته‌ای به دستگاه‌های مربوط، اجرای آن را به تامین مالی و تهیه امکانات فنی موکول کرده. در ادامه برنامه، فراز و فرودهای دنیای علم و فناوری در سالی که گذشت. مقام‌های ولایت بلخ در شمال افغانستان می‌گویند که 3 نفر از سناتورهایی که برای بررسی ادارات درآمدزا به این ولایت رفته بودند، موقع گرفتن رشوه بازداشت شدند. دادستانی کل این خبر را تایید کرده و گفته که آنها هنگام دریافت 40,000 دلار دستگیر شدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری، عضویت 2 نفر از این سناتورها را که انتصابی بودند لغو کرده. حمید فهیم از مزار شریف گزارش می‌دهد. ریاست گمرک ولایت بلخ یکی از همان ادارات درآمدزایی است که این 3 سناتور برای بررسی آن به شهر مزار شریف رفته بودند. آنها دیروز بازداشت شدند. به گفته والی، با وجود تمام اسناد و مدارک لازم و مطابق قانون، آیت آمده بود از مشتان جرگه که ادارات هوایدی را بررسی بکنه. اول با مقام ولایت یک ملاقات داشتند. ما با ادارات زیربط هدایت دادیم که با اینا همکار بوده باشند و ظاهراً کدام مسئله با یکی از ادارات به وجود آمده که با تفاهم مرکز بالفعل این 3 نفر سناتور با اتهامی که شما یادآوری کردین دستگیر شدند. دادستانی کل میگوید این 3 عضو مجلس بزرگان در یک عملیات مشترک دادستانی و ریاست امنیتی ملی بازداشت شدند. 3 تن از سناتوران مشران جرگه به اتهام اخذ مبلغ 40,000 دلار آمریکایی رشوه به گونه بالفعل در یک اقدام مشترک از جانب لوی سانان والی افغانستان و ریاست عمومی امنیتی ملی به اساس راپورهای کشفی گرفتار و موضوع تحت بررسی قرار دارد. به گفته دادستانی کل، موضوع بازداشت سناتورها بر اساس قانون کتباً به مشران و جرگه سنا
اطلاع داده شده. یک منبع معتبر در ریاست گمرک ولایت بلخ با من گفت این سناتوران که از اداره گمرک رشوه می‌خواستند در یک از هتل‌های شهر مزار شریف هنگام گرفتن پول رشوه بازداشت شدند و به کابل منتقل شدند. هنوز مشخص نشده این سه سناتور به خاطر چه از اداره گمرک رشوه می‌خواستند. اعضای پارلمان افغانستان متشکل از دو مجلس نمایندگان و مجلس بزرگان بارها به فساد اداری متهم شدند، اما این نخستین بار است که سه نفر از آنها این گونه بازداشت می شوند. حمید فهیم، بی بی سی، مزار شریف. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، گفته که شمار نفرات پلیس در کابل دو برابر می شود. این خبر پس از آن اعلام می شود که طی یک ماه اخیر ناامنی در پایتخت بیشتر شده. به گفته ی آقای صالح، تا زمان افزایش نیروی پلیس، امنیت مناطق کوهستانی را ارتش تامین خواهد کرد و نیروهای محافظت عامه هم کنترل پاسگاه‌های امنیت مؤسسات را به عهده خواهند داشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، مصوبه 900 میلیارد دلاری کمک مالی برای مقابله با آثار بحران کرونا را امضا کرد. او پیشتر با این مصوبه مخالفت کرده و گفته بود بخشی از آن که غیر ضروری است باید حذف شود و به جای آن یارانه نقدی به آمریکایی‌ها بیش از 3 برابر شود. دو قانون قبلی مربوط به اعطای کمک‌های مالی شنبه شب منقضی شدند و به علت خودداری آقای ترامپ از امضای مصوبه جدید، حقوق بیکاری 12 میلیون آمریکایی موقتاً قطع شد. در سال 2020 دنیای علم و فناوری هم از شیوع ویروس کرونا در امان نبود. حتی جزئیات ماموریت‌های فضایی به خاطر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تغییر کرد. اما دانشمندان با تمام توان تلاش کردند که تحقیقات را پیش ببرند. نعیم نامجو نگاهی کرده به دستاوردهای علمی یک سال گذشته و البته مهمترینشون که تولید واکسن کرونا است. سال 2020 همه حرف از کرونا می زدند، اما وقایعی هم بود که ابر کرونا رو کنار زد و توجه ها رو جلب کرد. مأموریت اولین فضاپیمای بخش خصوصی متعلق به شرکت اسپیس اکس به ایستگاه بین المللی فضایی اتفاق بسیار مهمی بود. ناسا دو فضانورد با سابقه رو برای این سفر انتخاب کرده بود. فضانوردان 19 ساعت در راه بودند تا به خانه فضایی بشر برسند. آغاز و پایان مأموریت این دو فضانورد رو از همین استودیو براتون گزارش کردم. با وجود سابقه طولانی آمریکا در مأموریت‌های فضایی، از زمان بازنشسته شدن شاتل‌ها، آمریکا برای فرستادن فضانوردانش به ایستگاه فضایی به سایوزهای روسیه وابسته بود. اما حالا ناسا به سمتی میره که سفرها رو به بخش خصوصی بسپاره و روی برنامه‌های مهمتری متمرکز بشه. ناسا میگه ما به شما پول میدیم و شما هم سفرهای فضایی رو برای ما فراهم کنید. به این ترتیب ناسا این امکان رو پیدا میکنه که از منابعش برای کارهای دیگه استفاده کنه و اینجاست که میتونیم به پروژه‌های بزرگتری فکر کنیم. به جای اینکه تمام امکانات و وقت و منابع رو صرف چیزی کنیم که بارها انجام دادیم. اینطوری میتونیم به فراتر از اینها نگاه کنیم و دورتر بریم، و البته که هدف نهایی باید مریخ باشه. 2020 سالی بود که بزرگترین چالش ها رو پیش روی دانشمندان گذاشت. اولویتشون مقابله با همه‌گیری بود که جهان را فرا گرفت. متخصصان و دانشمندان هرچه در توان داشتند برای یافتن راهی برای مهار و کنترل این بحران به کار گرفتند. انگار ناخواسته در مسابقه شرکت داشتند که رقیبشون دشمنی کشنده بود. از اولین گزارش ها درباره ابتلا به کووید 19 در چین، تلاش دانشمندان برای شناسایی این ویروس آغاز شد. ویژگی های دی ان ای ویروس شناخته شد و مشخص شد که کووید 19 در چه شرایطی بیشتر منتشر میشه و اینکه واکنش بدن به این ویروس چیه. سوالات بیشمار بود. چه کسانی بیشتر در خطر ابتلا به این ویروس هستند و چرا بعضی نشانه ای از ابتلا ندارند؟ اما بزرگترین دستاورد 2020 تولید واکسن بود. کاری که قبلا سالها طول می کشید این بار تنها در عرض چند ماه انجام شد. بدون تلاش بیوقفه دانشمندان و محققان نمیتونیم امیدی به پایان این همه گیری داشته باشیم.
از تحقیقات درباره واکسن تا اختراعات و ابتکاراتی که در ابعادی محدودتر کاربرد دارند. این دستگاهیه که شبها در فرودگاه هیترو لندن به کار میفته و فرودگاه رو ضد عفونی میکنه، یا مثلا اینجا در کلیسای جامع فلورانس در ایتالیا از بازدید کننده ها خواسته شده این سنسورها رو همراه داشته باشند، سنسورهایی برای یادآوری فاصله گذاری اجتماعی که در صورت نزدیک شدن به فردی دیگه هشدار میده. اما امسال تمام نگاه ها به زمین نبود. ستاره منظومه شمسی هم در خبرها درخشید. این نمایی نزدیک از خورشید، تصاویری که جزئیاتی رو به ما نشون میدن که پیش از این ندیده بودیم. وقتی که به این تصاویر از خورشید نگاه میکنیم، انفجارهایی رو میبینیم که در تمام سطح خورشید رخ میده که انتظار دیدنش رو نداشتیم. شگفتی این ماموریت در همینه، کشفیات جدید و دیدن خورشید به شکلی که نمیتونستیم تصور کنیم. نتیجه همکاری سازمان فضایی اروپا و ناسا. گرچه همه‌گیری کرونا تغییراتی در روند ماموریت ایجاد کرد، اما در نهایت این تصاویر از فوران‌های سطح خورشید ثبت شد. اما این مدارگرد قراره در ادامه مأموریتش باز هم به خورشید نزدیکتر بشه و تصاویر دقیق تری از تنها ستاره منظومه شمسی تهیه کنه. اما همه‌گیری کرونا باعث شد تا بعضی به فکر انجام کاری بیشتر از در خونه ماندن بیفتند. پروژه‌ای به نام فولدینگ اتم با استفاده از ظرفیت پردازش کامپیوترهای شخصی از ظرفیت بزرگترین سوپر کامپیوترهای جهان هم گذشت. در آوریل قدرت پردازش فولدینگ اتم به 2.4 اگزافلوپ رسید. برای خودم سخته که ازش سر در بیارم. فقط میتونم بگم ظرفیت ما حدود 10 برابر سریع ترین کامپیوترهای جهانه و این ظرفیت بسیار بالاییه. فولدینگ اتم 20 سال پیش با هدف پژوهش در زمینه بیولوژی و زیست شیمی آغاز شده بود، اما مطمئناً اقبال به پروژه‌های اینچنینی در سال 2021 هم ادامه خواهد داشت. تا پایان همه‌گیری کرونا همچنان راه درازی مونده و تلاش پژوهشگران و محققان در این زمینه ادامه داره. اما همینطور که امسال هم دیدیم، با وجود تمام مشکلاتی که همه‌گیری کرونا ایجاد کرده، پژوهش‌ها در اعماق آسمان و عمق زمین ادامه پیدا کرد. نعیمه نامجو گزارش می‌داد. به این ترتیب به پایان بخش خبر می‌رسیم. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.